بنام خدا برز سلام شما بیننده هر ساعت خبر از یک استید. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که از بحران عراق درس گرفته و بر تشکیل یک حکومت همه پذیر تلاش کنند. وی تأکید کرده است که رهبران افغانستان باید با هم کار کنند تا انتقال قدرت سیاسی به گونه صلح آمیز و همه پذیر و قانونی صورت گیرد. آقای هیک دلیل بحران را که دامنگیر عراق شد ناتوانی رهبران این کشور در ایجاد یک حکومت همه پذیر دانسته است. چهار هراس افغان در ولایت کندز در نتیجه عملیات نیروهای کماندوی ارتش کشته و 5 تن آنان بازداشت شدند. این عملیات شب گذشته در روستای یتیم و ولسوالی چهار دره کندز انجام شد. جاوید سلیم سخنگوی لوای اول کماندوی ارتش گفت که در این عملیات به نیروهای ارتش و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. شلیک راکت های نظامیان پاکستان از آن سوی خط دیورن بر بخش های از ولایت کنر همچنان ادامه دارد. و گفته مسئولان محلی 14 راکت در جریان شب گذشته بر نقاط در ولسوالی دانگام اصابت کرده است. عبدالحبیب سیدخیل فرمانده پلیس کنر به تلویزیون یک گفت این راکت ها تلفات جانی در پی نداشته اما زیان های مالی بر جا گذاشته و بسیاری از خانواده ها را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. در جریان دوشنبه شب نیز نزدیک به 20 راکت بر بخشای از ولسوالی های دانگام و نارای برخورد کرده بود. وزارت دفاع ملی از کشته شدن 4 هراس افغان در عملیات های نیروهای ارتش خبر داد. در خبرنامه این وزارت آمده است که این عملیات ها در یک شبانه روز گذشته در بخشای از ولایت های هرات و پکتیا انجام شد. خبرنامه افزوده که 5 هراس افغان دیگر در این عملیات ها زخم برداشتند و 3 تن آنان بازداشت شدند. در این عملیات چند جنگ افزار نیز به دست نیروهای ارتش افتاده و 6 ماین کشف و خونسا شده است. و سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد اوضاع انسانی شهر سنجار عراق هشدار داده است. استیفان دوژاریک گفته است که 8000 خانواده از تلفر به سنجار آمده و نیاز به کمک دارند و افزوده است که تیم کمک های بشر دوستانه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف گزارش داده است که دسترسی مردم به آب آشامیدنی و بهداشت بسیار دشوار است و نزدیک به 35000 کودک بیجا شده در سنجار در معرض خطر در برابر بیماری ها قرار دارند. این بود فشرده تازه ترین خبرها تا این ساعت. از همراهیتان سپاس. خدا نگهدار.